پروژه اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی چگونه است؟ به دانشگاه مردم خوش آمدید. بخش سوم بحث‌های من اختصاص داره به اسلامی کردن دانشگاه و علوم انسانی، یه بخش دیگه ای از واقع متحول کردن نظام آموزشی که بعد از انقلاب یه جایگاه خیلی مهمی در سیاست‌های جمهوری اسلامی داشت. پیش از هر چیزی فکر کنم همه شما خیلی خوب میدونین که دانشگاه در دهه‌های گذشته، یعنی دهه‌های پیش از انقلاب و دهه‌های بعد از انقلاب، همیشه یه جای خیلی فضای بسیار فعالی بود با یه پویایی سیاسی خیلی زیاد، و در جریان جنبش انقلابی سال 57 هم دانشگاه، چه در تهران و چه در شهرهای اصلی که در دانشگاه بود، یه مرکز فعالیت خیلی مهمی بود در واقع راستای جنبش انقلابی. در سالهای 57 و بعد از اون یه ویژگی که دانشگاه داشت اینه که یکی از اون جاهایی بود که وزن نیروهای سکولار و چپ خیلی زیاد بود، و برای همینم دولت جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به دانشگاه به عنوان یکی از اون جاهایی نگاه میکرد که میتونه در واقع یه نیروی مخالف مهمی در اونجا شکل بگیره، حضور داشته باشه و یا فعال باشه. 1359 دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که یک انقلاب فرهنگی در دانشگاه انجام بده. این کار در واقع حرکت سیاسی خیلی مهمی بود که منجر به بسته شدن دانشگاه ها شد و همینطور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم انسانی در اون زمان. وقتی که انقلاب فرهنگی شروع شد، کسی نمیدونست که دانشگاه تا چقدر قرار تعطیل بمونن و چه اتفاقاتی قراره به طور واقعی بیفته. یعنی هیچ نقشه رای دوباره وجود نداشت. دانشگاه در اکثر رشته‌ها بین 2 تا 3 سال بسته بودن. وقتی که دانشگاه به طور کامل باز شد، ما حدود 20% دانشجوامون رو دیگه نداشتیم، غیر از اونایی که مدرک گرفتن و در این فاصله رفتن. 20% از تعداد دانشجوها کم شد و 40% از اعضای هیئت علمی ناپدید شدن یا بازنشسته شدن یا اخراج شدن یا خودشون رفتن. همینطور نهادهای غیر آکادمیک جاشون برای اولین بار تو دانشگاه به طور وسیع باز شد، یعنی تشکل‌های شبه دولتی، حراس دانشگاه، بسیج، نماینده رهبری، نماینده امام جمعه، یعنی تمام اون کسانی که یا تشکل‌ها و نهادهایی که کار ویژه‌ای با دانشگاه ندارن ولی همزمان در سیاست‌های دانشگاه تأثیر گذارن. از این داره بعد در واقع نظارت وزارت علوم و اون تشکیلاتی که در اطراف ستاد انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب فرهنگی بعدی به وجود اومدن، اینها بر دانشگاه‌ها نظارتشون خیلی شدید میشه و ما شاهد حقیقت یه نوعی کاهش استقلال دانشگاه هستیم. این بحث اسلامی کردن دانشگاه و اسلامی کردن علوم انسانی در 35 سال گذشته، یعنی 35 سالی که از انقلاب فرهنگی میگذره، بارها بازتولید شده، دوباره مطرح شده. این ادعا تکرار شده که علوم انسانی میتونن اسلامی بشن و همینطور دانشگاه امکان اسلامی شدنش وجود داره. این بحث ها البته در مورد علوم تجربی، علوم در واقع پایه و کاربردی خیلی کمتره. بیشتر این بحث ها متمرکز رو علوم انسانی، و بعد از 35 سال ارزیابی خود مسئولین اینه که این پروژه ها موفق نبودن. آیت الله خامنه ای برای مثال معتقده که این مهندسی فرهنگی و تحول و نوسازی نظام آموزشی و علمی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده، و یا اینی که حقیقت در فرصت‌های مختلف از اظهار نگرانی می‌کنه از وضعیت دانشگاه و وضعیت علوم انسانی. یکی از چیزایی که در واقع در این دوران میشه دید اینه که ما هر موقع یک بحران سیاسی داریم این بحث‌ها تشدید میشه. برای همین هم این پرسش به وجود میاد که آیا بالاخره بحث علوم انسانی و دانشگاه است یا بحث
واقع سیاسی و مربوط به مسائلی که به حوادث و رویدادهای مهم سیاسی مطرح میشن. اگه بخوایم حالا معنای اسلامی شدن رو از طریق حرفایی که داده شده در این مورد در بیاریم، میتونیم بگیم که اسلامی کردن از طرف معناش اینه که دروس علوم انسانی بازنویسی بشه، تجدید نظر بشه در علوم انسانی، یه سری درس ها اضافه بشه به رشته های دیگه‌ای که غیر علوم انسانی هستن مربوط به درس های ایدئولوژیک و آموزش اسلامی، و بالاخره اینکه کنترل اخلاقی و سیاسی در دانشگاه وجود داشته باشه و نهادهای کنترل در دانشگاه حضور داشته باشن و کسی اونها رو مورد الان پرسش قرار نده. گفتمان در واقع یه نوعی تلاش هم شده که مراکزی وجود بیاد که این اسلامی شدن دانشگاه و اسلامی شدن علوم انسانی رو به نوعی پروژه رو پیش ببرن و در موردش فکر بکنن، تولید گفتمان بکنن و تئوری سازی بکنن. دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه امام جعفر صادق، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتاب‌های علوم انسانی، دانشگاه باقرالعلوم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و کمیسیون‌هایی که بعد از هر بحرانی تشکیل میشن برای اینکه دانشجوها رو اصلاحی بکنن، همه اینا کارشون این بوده که تو این 35 سال بازتولید بکنن و در واقع این فکر اسلامی شدن دانشگاه رو طرف و همینطور گفتمان های حول پیرامون این موضوع رو به وجود بیارن. برای همین ما هم شاهد نشریات متعددی هستیم که در این حوزه الان چاپ میشه و همین که همایش های مختلفی دائم اعلام میشه برای این موضوع و افرادی هم پیدا شدن که تبدیل شدن به سخنگویان مهم این حرکت در اون مؤسساتی که من ازشون نام بردم، چه در مؤسسات دانشگاهی چه در خارج از مؤسسات دانشگاهی. اینه که علوم انسانی به چه معناست در حقیقت و علوم انسانی اسلامی به چه معناست ببخشید. اگه تمام نوشته هایی که وجود داره رو در این حوزه یا نوشته های اصلی که وجود داره یه تحلیل محتوایی بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع سه تا مسئله اصلی تو اینا مطرح میشه. مسائل متعددی مطرح میشه ولی سه تا مسئله بیشتر از مسائل دیگه مطرح میشه. اول اینکه یه نوع نظارت دینی بر علم وجود داشته باشه، یعنی علم هر کاری دلش خواست نتونه بکنه و در واقع اصول و قواعد دینی در نظر گرفته بشه در کارهای علمی، و در حقیقت اینا نظارت نهاد مذهب از طریق روحانیت یا نهادهای دیگه وجود داشته باشه بر روی علم. در حقیقت اینجا موضوع به هیچ وجه بیشتر کمتر دین و یا باورهای دینی است، بلکه یک نهادی است که میخواد اون چیزی که در جامعه و به خصوص در دانشگاه در مرکز تولید فکر میگذره یا در مرکز تولید علم میگذره از زیر نظارتش خارج نشه. یه بخشی بحث برمیگرده به اعتبار منابع دینی، یعنی صحبت از اینه که علوم انسانی جدید به اندازه کافی به منابع دینی و اعتبارشون توجه نمیکنن. برای مثال مثلا مساله معنوی اخروی انسان اصلا هیچ جا مطرح نمیشه، یا حکمت درونی در نظر گرفته میشه، یا جهان غیب و غیر محسوسات اصلا در تحقیقات علوم انسانی هیچ جایی نداره، آموزه های وحی و دین مثلا بهش توجه نمیشه، یا جن و پری رو مثلا شوخی میگیرن و بهش توجه نمی کنن. به طور واقعی اینا در مقالات اومده که اینها هم بخش از علوم انسانیه و علوم انسانی اسلامی باید نشون بده که اینها هم داره اعتبار هستن و باید در تحقیقات مطرح بشن. و بالاخره علوم انسانی دانشگاهی رو ناسازگار میدونه از جهت اینی که محققین ایرانی، متفکرین ایرانی این علوم انسانی رو از غرب گرفتن، بدون نقد وارد جامعه ایران کردن و ما یه نوعی در واقع دارای یک فرهنگ وارداتی هستیم، و یا اینی که انسان غربی اون انسان ایرانی و شرقی نیست، متفاوته. اونها در واقع برای انسان تقریبا نقش حیوان را قائلن، یعنی فقط به غرایزش توجه میکنن، در حالی که انسان شرقی، انسان ایرانی، انسانی که معنویت داره، به زندگی بعد از مرگ فکر میکنه، به وحی معتقده و به چیزهای دیگه. به این ترتیب در حقیقت میشه گفتش که انتقادات اساسی که به علوم انسانی میشه و از این طریق تلاش میکنن که یه نوعی چارچوب علوم انسانی اسلامی را تعیین کنن شامل این چیزها میشه. حالا اگه برگردیم به نویسندگان اصلی این این در حقیقت متون مربوط به علوم انسانی، میتونیم بگیم که الان توی نویسندگان کسانی هستن که به اسلامی کردن حد اکثری علوم انسانی معتقدن، یعنی معتقدن که اساساً اسلام باید
راهنمای اصلی تحقیقات باشه و هیچ چیزی در علوم انسانی نباید خارج از حوزه تفکرات اسلامی شکل بگیره. کسایی مثل مصباح یزدی یا خسرو پناه مثلا چنین تفکری دارن. گرایش دوم در واقع طرفدار یه نوع سازگاری تطبیقی و همزیستی بین بخش‌های اسلامی شده علوم انسانی و بقیه علوم انسانی هستن. اینها معتقدن که یه جاهایی در علوم انسانی وجود داره که دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره، یه جاهایی هم وجود داره که باید اسلامی بشه. برای همینم هم طرفدار یه نوع همزیستی و انطباق علوم انسانی با مسائل دینی در اون جایی که میشه هستن. گرایش سوم گرایش حداقلی و تفکیک کم و بیش روشن بین دانش تولید شده در با روش‌های آکادمیک و معرفت دینی هستن. کسایی مثل سروش و کدیور دیگه به اون صورت اصلا اعتقادی به اسلامی کردن علوم انسانی ندارن، ولی همزمان معتقدن که در دانشگاه باید معرفت دینی جایگاه خودش رو داشته باشه و بتونه در واقع مثل بخش‌های دیگه شناخت بشری حضور داشته باشه، همون چیزی که در خیلی از دانشگاه‌های معتبر دنیا هم وجود داره در دانشگاه‌های تئوکراتیک. و بالاخره گرایش‌های چهارم نقد رادیکال پروژه اسلامی کردن علوم انسانی است که کسایی که قبلا به اشکال مختلف یه نوعی این مسئله علوم انسانی و اسلامی رو مطرح می‌کردن، ولی الان به کلی در واقع از این دیدگاه فاصله گرفتن و به طور رادیکال در واقع معتقدن که همچین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. حالا اگه ما برگردیم به نگاهی که در حقیقت این افرادی که جزء گروه اول و دوم هستن، یعنی چه کسانی که خواهان تطبیق علوم انسانی هستن و چه اونایی که به طور حداکثری میخوان علوم انسانی رو اسلامی بکنن، میشه گفتش که نگاه اونها به علوم انسانی نگاه واقعا محدودی، اونا علوم انسانی رو به اون ترتیب وسیعی که در دانشگاه وجود داره نگاه نمیکنن و یه چیزای خاصی رو فقط میتونن نگاه بکنن و برای اونام خطوط قرمز قائل باشن. برای مثال کسی از مثلا ظهور، مسئله ظهور در ایران انتقاد نکنه یا این یا اون موضوع اصلا مورد بحث قرار نگیره. یه نگاه پر از سوءظن به علوم انسانی دانشگاهی وجود داره، چون این به عنوان یه علم بیگانه و علمی که از جای دیگه اومده نگاه میشه، بنابراین همیشه اینا در واقع فکر میکنن که یک توطئه در کاره و اینا در واقع هدفشون اینه که یه نوعی فرهنگ اسلامی و باورهای اسلامی رو تضعیف بکنن. یه چیز دیگه ای که در این نگاه هست همچنان اینه که اونها از انسان با انسانی که وجود داره کاری ندارن، اون انسانی که از نظر اونها باید وجود داشته باشه مورد بحث این علوم انسانی است. برای همینم کاری ندارن به اینی که امروز داره در دنیا چی میگذره، آدم‌ها چه جوری زندگی میکنن، چه تحولاتی در جامعه داره اتفاق میفته. اونا یه انسان ایدئالی دارن که در متون مذهبی هست و فکر میکنن در واقع تکرار اینها برای دانشجو و گفتن اینها برای دانشجو در اسلامی کردن جامعه و در پیشبرد جامعه اسلامی موثر میشه. یکی از بحثایی که میشه انجام میشه اینه که بالاخره این علوم انسانی اسلامی چه انباشتی داره، امروز چه تولیدی داره که ما بتونیم بر اساس اون بگیم که علوم انسانی اسلامی وجود داره، که در این حوزه در حقیقت اگه مراجعه بکنیم به تحقیقات و نوشته‌هایی که موجوده، بخش مهمی از اینا توجیه در حقیقت وجود علوم انسانی اسلامی است و انتقاد از زاویه‌های مختلف علوم انسانی غرب بدون وارد شدن به بحث‌های موضوعی دقیق در مورد علوم انسانی. همینطور همه اینا تقریبا خواهان نظارت دولتی هستن بر علوم انسانی و میخوان که دولت در واقع نقش داشته باشه و یه نوعی بی‌اعتمادن به دانشگاه و نهادهای دانشگاهی که اگه بخوان مستقل باشن از قدرت دولتی، برای اینکه اونها در واقع علوم انسانی میخوان که در خدمت حکومت اسلامی باشه. و بالاخره اینکه اساسا نگاه عمومی همه اینها به علوم انسانی یه نگاهی هست که مربوط میشه به مهندسی جامعه، یعنی اونا فکر میکنن که این جامعه توسط یه نهادهای باید مهندسی بشه و علوم انسانی هم ابزار این در واقع مهندسی شدنه. اسلامی کردن دانشگاه ها در واقع این بحث رو وجود میاره که این مسئله آزادی آکادمیک و اصرار دانشگاه در ایران به چه ترتیب، به چه سرنوشتی دوچار شدن. برای اینکه تاریخاً اگر به تاریخ دانشگاه مراجعه کنیم از قرن آخر قرن 12 هم، اولین دانشگاه اروپایی تا امروز، یکی از دغدغه‌های دائمی دانشگاه‌ها استقلال در مقابل نهاد مذهب و حکومت‌ها بودن. و امروز ما می‌تونیم در واقع این پرسش رو در مورد ایران مطرح بکنیم. کلاً اگه بخوایم به
جایگاه آزادی آکادمیک برگردیم، میتونیم بگیم که در تجربه دانشگاهی در دنیا آزادی پژوهش، بیان و نقد اندیشه در دانشگاه واقعا یکی از اصلی ترین در واقع عناصر فعالیت آکادمیک و دانشگاهی هست. این به این معناست که آموزش و پژوهش باید بتونه بدون ترس، بدون فشارهای بیرونی و مجازات انجام بشه و کسی هم به خاطر عقایدش، به خاطر نوع بیانش در جریان پژوهش و در جریان آموزش نباید مورد تعرض هیچ کسی قرار بگیره. جالبه که در این حق در سال 1224 میلادی به رسمیت شناخته شده و اینی که دانشگاهی‌ها، کسی نمیتونه از بیرون به دانشگاهی‌ها بگه چه کسی رو استخدام بکنن. استخدام در تنها مؤسسه در دنیا که توسط خود همکار انجام میشه در دانشگاه وجود داره و تعیین دروس و نوع دروس هم با خود در حقیقت استاد است. اینا آزادی‌هاییه که تاریخاً در دانشگاه وجود داشته باشه، زمان‌هایی نقض شده ولی جزء اصول اساسی دانشگاه است. و نماد استقلال دانشگاه هم عدم حضور نیروهای نظامی امنیتی همیشه بود، یعنی این نیروها نیواز در دانشگاه باشن. یک کتاب خیلی جمع‌بندی تاریخی وجود داره در ایدا به نام دانشگاه بدون شرط هست که اونجا تمام این در واقع مسیر تاریخی کسب استقلال دانشگاه را نشون میده و بعد نشون برای چه کاری در ایدا، چه کارهای متعددی که در مورد آزادی ها آکادمیک و استقلال دانشگاه انجام شده نشون میده که چه اهمیتی داره که یک امروز یک جامعه‌ای به یک نهادی به نام دانشگاه همه امکاناتو میده که اون بتونه جامعه را نقد کنه. تنها جاییه که نقد و سنجشگری درش نهادینه شده برای اینکه اون بتونه در واقع در مورد اقتصاد، در مورد جامعه، در مورد بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی بتونه یا زندگی علمی بتونه اظهار نظر بکنه، نقد بکنه. علتش اینه که در حقیقت از طریق این نقد و سنجشگریه که این جامعه میتونه پیشرفت بکنه و بخش مهمی از پیشرفت‌های جوامع دو قرن اخیر در واقع مدیون دانشگاهی هستن که به طور فعال از طریق فکری و از طریق در واقع کار علمی و پژوهش تونسته مشارکت بکنه و در واقع چیزایی رو ببینی که شاید در وهله اول دیده نمی‌شدن توسط کسان دیگر و این نقشی که دانشگاه بازی کرده مرکزی است در تحولات دو قرن اخیر و در این ایفای این نقش وجود آزادی آکادمیک خیلی مهم بوده. برای همین هم در خیلی از کشورها آزادی آکادمیک و احترام به آزادی آکادمیک بخشی از قانون اساسی و بخشی از قوانین پایه‌ای کشورهای متعددی هست که در جای مختلف مثال داد. در قانون اساسی 13 کشور اروپایی اشاره شده به اهمیت خدشه‌ناپذیر اصل آکادمی‌های آزادی‌های آکادمیک و استقلال دانشگاه. در ایران در واقع رابطه دولت، مذهب و دانشگاه رابطه پرتنشی بوده، پرفرازنشی بوده. یه دوره‌هایی بوده که در واقع بیشتر به دانشگاه احترام گذاشته شده مثلا دوره آقای معین، ولی اینکه بیشتر میگم هنوز قابل مقایسه با یک دانشگاه متعارف در یک کشور دموکراتیک نیست. ولی همزمان میشه گفتش که دوره آقای رفسنجانی، دوره آقای خاتمی، دوره آقای احمدی نژاد اینا دوره‌های شبیه همدیگه نبودن. دوره آقای احمدی نژاد در واقع اوج دخالت دولت‌ها بعد از انقلاب فرهنگی در امور دانشگاه‌ها بوده، یعنی کامران دانشجو در حقیقت از شخصیت به عنوان وزیر علوم در ایران شاید بیشترین در واقع برخورد منفی را با استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک در طول تاریخ آموزش عالی ایران داشته. ما هیچ وزیر مثل اون نداشتیم که به این ترتیب در مورد استادان و دانشجویان صحبت بکنه و بخواد که یه دانشگاهی مطیع ولایت فقیه و حکومت درست بکنه، نه دانشگاهی در خدمت پژوهش‌های علمی، علم و اندیشه و یا سنجشگری است، بلکه دانشگاهی که بیشتر که اون فرد اجتماعی ایدئال مورد نظر رو تربیت بکنه. کاری که در این دوره انجام شده شاید خیلی‌ها ندونن به خاطر اینکه خیلی در موردش صحبت نشده. همتون در مورد بورسیه‌های تقلبی حتما شنیدید، 1400 نفر که
حقیقت بدون اینکه شایستگی داشته باشن، بدون اینکه توانایی داشته باشن، بدون اینکه حتی کار تحقیقی بکنن، بورس تحقیقی گاهی بهشون تعلق گرفته، ولی در واقع نظارت بر استخدام استاد و پزشکانش در دوره دکترا برای اولین بار در تاریخ ایران توسط وزارت علوم مرکزی شده، چیزی که در گذشته هم حتی وجود نداشت، یا اینی که فرصت‌های مطالعاتی، پروژه‌های تحقیقی، همه اینها منوط می‌شد به نوع تفکر استاد و برخوردی که در دانشگاه داشت با مسائل سیاسی. ستاره‌دار شدن دانشگاه، دانشجو رو خوب چون خیلی در رسانه‌ها سر صدا کرد، همه جا همدش خبر دارن، و همینطور تلاش برای اینکه ما از بالا بگیم که هر رشته‌ای باید چه درس‌هایی رو بده و چه چیزایی به دانشجو گفته بشه. این هم در واقع اینو بدعت مهمی بود که در این دوره تلاش شد با وسواس زیاد گذاشته بشه. و اگر روایت دانشگاه علامه طباطبایی رو ما دنبال بکنیم، در واقع میشه گفتش که این آزمایشگاهی بود که وزارت علوم ازش استفاده میکرد برای در واقع آزمودن سیاست‌هاش در مورد دانشگاه‌ها. و میدونید که نه تنها استادای زیادی اخراج شدن یا بازنشسته شدن، حتی گاه کار به اینجا کشید که بعضی از رشته‌ها رو به کلی ببندن و از پذیرش دانشجو حتی دست کم در زمانی موقت جلوگیری بکنن. رابطه‌ای که بین نهادهای قدرت، چه مذهب چه سیاست، با علم در جامعه وجود داره، فقط وجه آکادمیک نداره. دعوا بر سر این نیست که چه چیزی در علوم انسانی فقط گفته بشه یا نشه. در واقع در پس این دعوا، دعوای همونجوری که خیلی از اندیشمندان معاصر هم نشون دادن، دعوا بر سر قدرت هست. یعنی در واقع یک گفتمانی در خدمت مشروعیت یک نظام، یک حکومت هست، و این گفتمان اگر مورد انتقاد قرار بگیره و نقض بشه یا علیش گفته بشه، در حقیقت میتونه مشروعیت اون حکومت ها زیر علامت سوال بره. برای همین هم در حقیقت رابطه‌ای که دانشگاه داره با نهادهای قدرت بسیار فراتر میره فقط از بحث اداری، آکادمیک، علمی، و وارد حوزه بحث قدرت در جامعه میشه و مسئله اعمار کنترل بر جامعه و اعمار کنترل بر علم. برای اینکه امروز همونجوری که فوکو هم به درستی میگفت، در واقع علم منشأ قدرته، و اینی که چه علمی بنابراین به جامعه ارائه بشه و چه کسان این علم را ارائه بدن، این خودش موضوع در واقع قدرت هست در جامعه و یک بُعد سیاسی داره، و به خاطر همین هم حکومت و مذهب در مقابل این ساکت نمیمونن. خیلی ممنون.